34 دقیقه و 12 ثانیه از نیمه اول رو پشت سر میذاریم که ایران و مراکش با حساب بدون گل مساوی هستن. احسان هاکسپی پشت یه ضربه ای هست که تا خط 18 قدم یه چیزی حدود 20 متر فاصله داره. جهانبخش هم هست با شماره 18. 2-3 دقیقه ای هست بچه های ما یه خودی نشون دادن و ما رو امیدوار کردن. جهانبخش زبر از باردو میزنه و روی دروازه مرا. اینا خوبه، اینا خوبه. هرچی تعداد این شوتا بیشتر بشه به هر حال خودی بچه ها نشون بدن، اینجوریست که مراکش هم دفاعش نفوذناپذیر باشه و نشه بهش دسترسی پیدا کرد. بسیار نیم ساعت اول ما ناراضی هستیم از بازی که بچه ها کردن. امیدوارم که توی یک ساعت بعدی راضی باشیم. توپ بلندی رو دروازه‌بان مراکش میفرسته، من تا اونجایی که فرصت داشته باشم بازی رو گزارش میکنم. هر وقت خسته شدید میکروفون رو میدم یکی دیگه. ما که خسته نمیشه. 35 دقیقه و 20 ثانیه رو میگذرونیم که مراکشی ها توی زمین خودشون صاحب توپ هستن. برای چون شما تصویر رو از طریق تلویزیون ما نمیبینید، من ناچارم یه مقداری رادیویی تر مسابقه رو گزارش بکنم که در جریان قرار بگیرید. مهدی بنعتی یه بازیکن شماره 5 توپ و مراکش حالا در زمین خودش داره. مراکشی ها حالا یک کمی به نظر میاد حسابکار خودشون رو بعد از این یکی دوتا حمله کردن و اینجور نیست که دیگه بی‌محابا حمله کنه. همینا خوبه، همینا رو روحیه تیم ما اثر میذاره. خطای وحید امیری رو داور ازش میگذره و ما ازش ممنونیم که میگذره. توپ به سوده تصویر رو ببینیم که به سود ما، به اوتمر احسان هاکسفی که یکی دو بار رفت سراغ پرتاب آوت به شکلی که اگه مربی ما ایرونی بود همه میگفتن تنها تاکتیکی که بلدیم اینه، ولی خب بالاخره چون کیروشو کسی نمیگه. تو زیر پای بازیکن شماره 14 مبارک بوسوفا به عطیه پاس میکنه. خطا روی سردار آزمون یا برخورد حالا با سردار آزمون ممکنه مساوی باعث بشه که ما تا بازی آخرم شانس داشته باشیم، اما خودمونم میدونیم که فقط یه شانس روی کاغذه. یه فرصت میرفت رو دروازه ما ایجاد بشه که توپ توی دستای بیرابند جا میگیره. یار نه به شکل خطرناکی خودشو نشون میداد. ایوب الکعبی یه لحظه قفلت اگر، یعنی یه لحظه اگه توپ رو سینش نشسته بود تکلیف ما با ترامل کاتبین بود. حساب بدون گل مساوی. 39 دقیقه و 4 ثانیه رو میگذرونیم. ایران و مراکش بدون گل مساوی هست. امیری واگذار میکنه اوت رو. پرتابای بلند کاملا مشخصه که یکی از استراتژی‌های کیروش هست. 3-4 نفر رو ما تو محوطه جریمه داریم، از جمله سردار آزمون، از جمله چشمی. یه فرصت برای ما، حالا کریم انصاری بعد جهانبخت و هافبکای تیم مراکش توپ رو دور میکنن. خطا روی بازیکن ما ایوب الکعبی روی پورعلی گنجی خطا میکنه. کمتر از 5 دقیقه مونده به نیمه اول فکر میکنم آقای. بله 40 دقیقه و 38 ثانیه. ما اینجا یه کمک گزارشگر خیلی جوان و قبراق داریم که کاش که تو ایران من و تو با هم میشستیم گزارش. جدا؟ تلویزیونم همینجوری نشون رو میده. تازه از این مهربونتر هم میتونستیم. شاید خور شنون هایی که نمیتونن ببینن. رضاییان میخواد آوت رو پرتاب بکنه. 41 دقیقه رو پشت سر میذاریم از نیمه اول. مراکش از اون تب و تابش افتاده. این خبر خوبیه برای اردوی ما. آقای مانیس چرا از اول بازی شروع نکردین؟ خب اگه میتونستیم که حتما میکردیم این کارو. پس همینجور باید ادامه بدیم. ببینید بازی اول اونم با فشار بسیاری که روی بچه های ما هست و همه دوست دارن که همه نگرانی هاشون رو اجازه دید به بازی برگردیم. یه تو برای سردار، حالا وحید امیری یه نفوذ برای سردار آزمون داخل محوطه جریمه. فرصت طلایی بود که سردار آزمون بود و
امید ابراهیمی با قلدری توپ صاحب شد برای وحید امیری، او به سردار آزمون، همه کارا رو سردار آزمون درست انجام داد، اما الحق منیر، این منیر دروازه‌بان مراکشی، دروازه‌بانی هست که بغداد بسیار بهش اعتقاد داره و جز دروازه‌بان‌های خوب آفریقایی حداقل هست. حالا ما فرصت داریم برای یه ضربه کرنر که علیرضا جهانبخش توپ رو میفرسته پشت محوطه جریمه، احسان هاکسفی یه دریبل خوب میزنه، توپ به شکم بازیکن مراکشی برخورد میکنه، شجاعی و انصاری فرد راه همدیگه رو یه لحظه میبندن و شجاعی توپش رو نهایتاً مراکشی ها میزنه. بسیار داور خوبیه آقای جونت شکر. جهانبخش پشت توپ هست، هاکسفی هم هست، مسعود شجاعی به عنوان تنها بازیکن اختیاری نیمه اول واگذار میکنه. حالا ضربه رو جای بگذارم، خوب میزنه احسان هاکسفی، یه گل اینجوری تو استرالیا در مقابل بحرین از پشت محوطه جریمه زد، گفتم اینجا دومیشو داره میزنه، شاید فرصت مناسبی باشه، شاید اون گره اینجا باز بشه. 93 دقیقه و 20 ثانیه رو میگذارم، سامان قدوس این ضربه رو توپشو میبره، یه لبی هم از توپ میگیره، روزبه چشمی، انصاری فرد، پورعلی گنجی، سردار آزمون، مهدی طارمی، اینا همه اومدن همه که ضربه ای رو به توپی که احسان هاکسفی میفرسته بزن. توپ رو